بیشتر کودکان در سن 6 سالگی مشغول بسته‌بندی کردن مواد مخدر برای پدر خود نیستند، ولی گارسیا از سن کودکی مشغول این کار بود. آنها مواد را در کیسه‌های بزرگ زباله می‌آوردند و می‌انداختند وسط اتاق و ما همون را تقسیم می‌کردیم و می‌کشیدیم. برامون هیجان انگیز بود. گارسیا در بین گنگ‌های شمال دالاس بزرگ شد و تنها چیزی که از پدر آموخت قاچاق مواد مخدر بود. من باید ثابت می‌کردم که آدم قوی هستم مثل پدرم و برادراش، یعنی عموهام. کاری که ما برای تفریح انجام می‌دادیم دعوا کردن بود. دعوا توی مدرسه یا هر جایی که پیش می‌آمد. این روش زندگی ما بود. در سن 9 سالگی پدر مادر گارسیا جدا شدند. او برای مدتی نزد مادر خود زندگی کرد، ولی طولی نکشید که فرار کرد و در خیابان زندگی کرد. ماشین می‌دزدیدم و قطعات اون رو به مکانیک‌های اطراف می‌فروختم. وارد خونه ها می شدم و اسلحه و جواهرات آنها را می دزدیدم. اون زمان این کار برام خیلی هیجان انگیز بود. گارسیا در سن 12 سالگی از مدرسه اخراج شد و هیچ وقت به مدرسه باز نگشت. در سن نوجوانی چندین بار به جرم دزدی و فروش مواد مخدر دستگیر شد. در یکی از سفرهای زندان او با یکی از گنگ های بزرگ شیکاگو معرفی شد. من به زندگی به روش گنگ ها کشیده شدم. میخواستم که یکی از اونها باشم. این اعتماد به نفس تو بالا میبره. گفتن این که من اینقدر قوی هستم که عضو چنین گنگی باشم یه افتخار بود و به بقیه این پیغام را میداد که بهتره با من در نیفتی. بعد از مدتی گارسیا با آنجلیکا آشنا شد و ازدواج کردند. او زندگی خودش رو به عنوان یک گنگ که آلوده به مواد مخدر، دزدی و اخاذی بود از همسرش مخفی کرد. وقتی خونه بودم یه آدم دیگه بودم. من یه پدر و همسر خوب بودم، ولی خارج از خونه کاملا عوض می شدم. به همسرم می گفتم که کار برق انجام میدم. صبح از خونه می زدم بیرون، آخر شب بر می گشتم و بهش برای تأمین هزینه‌های زندگی پول می دادم. آیا واقعا از این وضع راضی بودم؟ نه، اصلا خوشحال نبودم، ولی این همیشه روال زندگی من بود و من کار دیگه ای بلد نبودم. گارسیا در سال 95 دستگیر شد. در طول زمان زندان او شاهد بود خیلی از زندانیا ایمان میارن، ولی تمرکز او فقط بر آنانی بود که در ایمان شکست خورده بودن. من آدمهایی را میدیدم که بعد از آزادی کتاب مقدس خودشون رو توی زندان میذاشتن و دوباره به زندگی قبل از ایمان برمیگشتن. به خودم گفتم من این کار رو انجام نمیدم. یه عصبانیتی نسبت به خدا داشتم و اصلا دلم نمیخواست به هیچ عنوان آلوده اینجور چیزا بشم. ولی آنجلینا تجربه متفاوتی داشت. آنجلیکا شروع کرد به دعا کردن برای همسر خود و بشارت دادن به او. وقتی از زندان خارج شدم و متوجه شدم که همسرم کاملا یه آدم دیگه شده، این چیزی نبود که من بهش عادت داشته باشم. اون به من میگفت که مسیح تو رو دوست داره. من به کلیسا میرم و عاشق خودم. اون مرتب کتاب مقدس رو میخوند. تبدیل شده بود به یه آدم خیلی فروتن. با این حال گارسیا همچنان با آن گنگ برای سالها همکاری کرد. او یک روز تماسی از یکی از بزرگان گنگ داشت. اون گفت که دو نفر از اعضای گروه خرابکاری کردند و قوانین رو زیر پا گذاشتن. پس تا زمانی که خبر مرگ اینها رو به من ندادی با من تماس نگیر، و تلفن رو قطع کرد. گارسیا میدونست که اگر فرمان رو اجرا نکنه خودش کشته خواهد شد و اگر این کار رو انجام بده او تبدیل میشه به یک قاتل. ولی زمانی که به دنبال اون دو مرد گشت نتونست اونها رو پیدا کنه. یکی از آنها به زندان رفته بود و دیگری از شهر فرار کرده بود. او این رو به حساب خوششانسی گذاشت. پیش خودم فکر میکردم که چرا این باید زندگی من باشه؟ چرا من باید به این شکل بزرگ بشم؟ فردای آن روز همسر گارسیا او رو به اصرار به کلیسا برد. من اون عقب کنار همسرم نشسته بودم. وقتی آنها شروع به پرستش کردن میخواستم گریه کنم. و بعد کشیش دعوت به توبه در حضور خدا کرد. گارسیا با خود درگیر بود تا زمانی که دید همسر او برای دعا کردن به جلو رفت. همسرم رو از پشت سر میدیدم که دستهاشو بلند کرده و دعا میکنه. و پیش خودم گفتم که اون حتما داره برای من دعا میکنه و مرتب صدای کشیش رو میشنیدم که دعوت به توبه میکرد. من تردیدهام رو کنار گذاشتم. بعدا همسرم گفت که او دقیقا داشت برای من دعا میکرد. زندگی من
برای همیشه تغییر کرد. ما با هم دعا کردیم. با همسرم دعا کردیم. بله، این دعا زندگی من رو برای همیشه تغییر داد. گارسیا به خانه برگشت و آخرین بسته مواد و پولی که داشت سوزاند و به رئیس خودش زنگ زد و گفت که دیگر با اونا همکاری نمی‌کنه و خداوند اونا رو محافظت می‌کنه. من باور دارم که خدا در این شرایط با من بود. دست او در زندگی من و زندگی اون دو نفر در کار بود و خدا اجازه نداد که دست من به خون آلوده بشه. گارسیا در خدمتی به نام از تاریکی به نور آغاز به کار کرد در زندان‌ها. همچنین بسیاری از اعضای خانواده‌اش نجات پیدا کردند. خداوند لعنت گناه را نه فقط از من و فرزندانم برداشت، بلکه از پدر و عموها هم برداشت و همه ما را آزاد کرد. آنها هم زندگی خودشون را به خداوند دادند. من با خدای قادر در ارتباط هستم و هر روز صدای اون رو میشنوم. اون پدر منه و من با او حرف میزنم. و مهمتر از اون که او هم به من جواب میده. من این رو خوب فهمیدم که او برای زندگی من نقشه‌های عالی داره.